ساختن خودت. ساختن خودت یعنی اینکه فن بیانتو قوی بکنی، نترسی بیای جلو دوربین، تکرار رو تمرین بکنی. چند روش اینه که ترس از جلو دوربین داشته باشی و از بین ببری، اینه که جلوی آینه با خودت تکرار رو تمرین بکنی، ویدیو از خودت بگیر پاک کن، نترس. این دوربین هیچی نمیخورتت به خدا، بعضیا دستشون میلرزه. پس اولین کاری که انجام بدیم ترسمون رو میذاریم کنار. نکته مهم، فن بیانمون رو باید خوب بکنیم. فن بیان با تکرار و تمرین. نکته بعدی، رفع خجولی. یعنی خیلی ها خجالت میکشن کارهای خودشون رو عرضه بکنن، حتی تو مغازهشون، حتی تو فضای مجازی. ببینید، شاید بین ما افرادی باشه که با همسرشون دارن کار اجرا میکنن. خیلی خوبه که این همسرت پشتت هست، قدرشو بدون. میتونی چیکار بکنی؟ یه روش، بلاگری کن. بلاگرا میانگین درآمد 100 کا به بالا، یه بلاگر درآمدش ماهی بین 80 تا 135 میلیونه. 80 تا 135 میلیون. یه پیج 100 کایی بلاگر 80 تا 135 میلیون تومانه. هیچ محتوایی هم تولید نمیکنه. از زندگی روزمرهش میذاره. ولی چی رو رعایت کرده درآمد به دست آورده؟ گسترش ارتباطات، اعتماد سازی و اعتبار سازی. این کار باعث میشه مخاطب بهت اعتماد کنه. از کجا درآمد در میاره؟ تبلیغات. هر استوری چقدر میگیره؟ میانگین 500 تا 1 میلیون تومان. در روز چند تا استوری میذاره؟ خب ایرانی ها، خب چند تا استوری میذاره؟ 20 تا استوری گذاشته 10 میلیون تومان، 300 میلیون. ما چند وقت زنده هستیم؟ چقدر میتونیم این جوونیمون داشته باشیم؟ چقدر میتونیم به رویاهامون برسیم؟ به هدفمون برسیم؟ همسر عزیزم، برات احترام قائل هستم، ممنون از اینکه تا الان کنار من بودی، ولی یه سری از کارها، یه سری از چیزها هدفهای منه و هدف درست حسابی هست. و گلارایی، گلفروشیه، کسب گلارایی، یعنی کاری نیستش که بیا شما مثلا تو خیابون کار خاصی انجام بدی، یا نمیدونم بیا صافکاری، نقاشی، یا همچی کارهایی تو خونه. یه شغل با کلاس خوبیه، از هر جنبه نگاه بکنی تو جامعه ما جایگاه خوبی داره. یه فلوریست، یه گلارا، به یه چشم خیلی خوب خلاق بهش نگاه میکنن، هنرمند نگاه میکنن. و هر وقت هم خواستی میتونی اینستاگرام منو ببینی، من این کار رو دارم میکنم. اینجوری رو راست صادقانه دنبال رویاهام هستم، دنبال هدفم هستم. درست شد؟ این از این. نکته بعدی که باید رعایت بکنی چیه؟ اعتماد به نفس. خیلی از ما اعتماد به نفس اینو نداریم که جلوی دوربین بیایم. اعتماد به نفس اینو نداریم که قیمت به مشتری بگیم. میترسیم چی خودتی؟ یا منم. برای کارت ارزش قائلشون. من این کارو میزنم مثل آرایشگرا، درسته؟ من اینو میزنم 5 میلیون تومان. اعتماد من به خودم جلو نشسته، من فقط بهش گیم 5 میلیون تومان این کار میزنم. اعتماد به نفستون رو ببرید بالا. یه گلارا، یه هنرمند اعتماد به نفس بالایی داره، ترس از قیمت دادن نداره. وقتی که محصولت با کیفیت باشه، محصول خوبی ارائه بدی، اعتماد به نفست میره بالا. حالا چیکار کنیم اعتماد به نفسمون بره خیلی بالاتر، جلوی مشتری کم نیاریم؟ باید رفع خجولی بکنیم. یعنی چی؟ خجالت هامونو بذاریم کنار. داری هنرمندی، ماشاءالله خوش تیپی، بگو آقا این کار رو انجام میدم. بلاگری بکن. ببینید، با کار کردن زیر دست مردم یا برای مردم کار کردن به اون رویاهات نمیرسی. تا حدی باید کار بکنی، تا حدی میتونی کنارشون باشی. چرا؟ چون داری واسه اون کار میکنی، واسه رسیدن به رویای اون کار میکنی، واسه رسیدن به هدف اون داری کار میکنی، پول میگیری، واسه خودت کار نمیکنی. تا یه حدی شاگردی خوبه، تا یه حدی زیر دست کسی کار کردن، تجربه کسب کردن خوبه، ولی بعد از اون باید برای خودت کار کن. نکته بعدی، هدف گذاری. کسایی که امروز تو سمینار بودن هدف گذاری میکنن، میان میگن چی؟ من مخاطب هدفم کیه؟ به چه کسایی میخوام محصولاتمو بفروشم؟ قشر متوسط، پولدار، ثروتمند، ضعیف یا هر قشری؟ حالا هدف گذاری میکنم. از الان که اومدم تو سمینار یه برنامه، یه مایند مپ 6 ماهه میذارم تو ذهنم و روی کاغذ مینویسم تا 6 ماه دیگه هدف گذاریم قابل دسترسی باشه، یعنی بهش بتونم برسم. تا 6 ماه دیگه 1000 تا فالوور میگیرم، به عنوان مثال 10 تا فالوور جذب میکنم. تا 6 ماه دیگه 40 تا پست میذارم، 1 میلیون تومان درآمدم میشه. یه هدف گذاری میذاری. حالا هدف گذاری سعی کنید روی مهارت‌های خودتون باشه. بچه‌ها پول به دست میاد، پول نتیجه کاریه که شما به دست میارید.
نتیجه کاری که شما انجام میدید و به دستش میارید. یعنی چی؟ من یه کاری رو تلاش میکنم 6 ماه میبینم ما 1 تومن 2 تومن داره، ولی بعد از 6 ماه یه مای 50 میلیون تومن داره. چالش های همه رو میپوشونه میذاری کنار. اون چیه؟ اون رشد شخصیتی خودتونه، رشد مهارت های خودتونه. هر روز جدیدتر بشی، هر روز یعنی الان اومدی سمینار به مخاطبت بگو من اومدم اطلاعات بهتری دریافت کنم، این اطلاعات دریافت کردم از الان. بهترین جمله که تو سمینار گرفتی از منو استوری کن برای بهتر شدن خودت. و ما باید به رخ بکشیم، ما ها در حال آموزش دیدن. منم با افتخار میگم خودم دارم همیشه آموزش میبینم، خودم کوچینگ دارم، خودم مربی دارم، کسب و کار، همه چیز دیگه. پس آموزش دیدن رو قصد نمی کنم.